رفقای عزیزم، همونطوری که توی ویدیو مشاهده کردین، کنسرت فرزاد فرزین عزیز بود و یه تیکه میکروفون رو داد به نیما مسیحای عزیز و گفتش خواست ازش که یه تیکه از آهنگش رو اجرا کنه. من این ویدیو رو توی صفحه‌های مختلفی دیدم وایرال شده بود و یکی اینکه قصد کسی که این ویدیو رو وایرال کرده یه جورایی مشخصه. من نمیخوام که یه وقت خودی نکرده این وسط شبهه ایجاد کنم در مورد فرزاد عزیز یا نیما مسیحای عزیز. هر دو خواننده‌های فوق‌العاده‌ای هستند و مخصوصا نیما مسیحا که برای نسل ماها اصلا یه فوق ستاره است و حداقل یه نفری که مثل من تمام عمرش موسیقی کار کرده تقریبا میدونه که نیما مسیحا جوست، یکی از جوست‌ترین خواننده‌های داخل ایرانه و فرزاد هم خواننده خیلی توانا و درجه یک با صدای فوق‌العاده‌ایه. اما من این ویدیو رو گرفتم برای اینکه از یه سوء تفاهم و سوء برداشتی جلوگیری کنم. بچه ها یه سری پیجا این ویدیو رو به نظر من وایرال کردن به خاطر شیطنت، دستی پشت پرده بوده برای اینکه بگن شاید نیما مسیحا مثلا اینجا رو فالش خون، فرزاد فرزین خواننده بهتریه، یا بخوان یک مقایسه ایجاد کنن و یه شک و شبهه ایجاد کنن که من اومدن درستش کنم. من توی کامنت ها خوندم توی چند تا پیج که دیدم که نوشته بودن که اکثریت نوشتن آقا نیما مسیحا فالش خون. اولا که فالش خوندن به این معنا نیست که وقتی شما مثلا یه مصوت از دست در میره بهش نمیگیم فالش، اونجا یه اشتباه خیلی جزئی و ریزه که خب اصلا اتفاق میفته، شما چه بخوای چه نخوای، اصلا لذت اجرای زنده من قبلا هم گفتم به همینه که حالا مثلا در حد یه نوت، در حد یه مصوبت، در حد یه کوتاه مثلا نوت در بره، اونم میگم بیشتر موقع توی خواننده‌های توانا یا به خاطر احساس یا به خاطر حالا شاید شنوایی کمتر. حالا بهتون میگم اتفاقا که نکته‌ای که این ویدیو داره همینه. ببینید بچه، خواننده روی استیج وایساده و صدا برداری جوری انجام میشه که بهترین صدا رو بشنوه، یعنی بهترین صدای ارکستر، بهترین صدای سالن رو خواننده بشنوه که بتونه بهترین اجرا رو بکنه، چون خواننده وقتی خوب بشنوه میتونه خوب اجرا بکنه دیگه، این درستشه. یعنی شما باید اول خوب گوش بدی، جوری که من توی کلاس‌های آوازم توی کانال یوتیوب بهتون یاد دادم، گفتم اول خوب گوش کن که خوب بشنوی که بتونی خوب اجرا کنی روش، روی اون آکامپانیمنتی که داره اجرا میشه. خب وقتی میکروفون یه دفعه میاد پایین استیج میده به خواننده دیگه، چند تا علت داره که اون خواننده ممکنه یه نوت از دستش در بره. همونجوری که دیدین نیما مسیحا عالی خوند، فقط رو تیکه که گفت هوایی یه لحظه اون یه رفت بالاتر هم رفت نوته. خب چرا اتفاق میفته بچه ها؟ چند تا دلیل خیلی موجه و مسلم داره. یکی اینکه خواننده اون قطعه نیست، یعنی اصلا شاید اون لحظه همون که ترانه رو حفظه خیلی کار بزرگی کرده، چون اون ترانه مال فرزاد فرزینه، نیما مسیحا یه دفعه میاد اجرا میکنه، پس ترانه مال نیما مسیحا نیست، حق داره که یه دفعه یه نوتی در بره از دستش. حالا نکته دوم که الان در موردش صحبت کردم خیلی مهمه، این که بچه ها اومده میکروفون رو داده فرزاد فرزین به نیما مسیحا، نیما مسیحا کجاست؟ پایین استیجه. فرزاد فرزین کجاست؟ روی استیجه. گفتم صدا برداری طوری انجام میشه که خواننده بهترین صدا رو بگیره که بهترین صدا رو تحویل بده، درسته؟ و نیما مسیحا توی تماشاچی هاست. مطمئن باشید شما وقتی تو تماشاچی بشینی و میکروفون رو بدن دستت بگن بخون، نمیتونی به ظرافت خواننده روی استیج اجرا کنی، مگر اینکه اون سالن انقدر پرفکت صدا برداری شده باشه که همه ما همه جا یک صدا رو بشنویم، که من بعید میدونم. و کلا بچه‌ها این ویدیوها وایرال میشن بعضی وقت روی شیطنت برای اینکه یه سری‌ها رو خراب کنن، یه سری‌ها رو ببرن بالا. باهوش باشین بچه‌ها، به همین راحتی گول نخورین. شماها دیگه الان، من برای فالوورای خودم دارم این حرفو میزنم، شماها چندین ساله با من این، چندین سال موزیسینین، خیلیاتون میدونم استیج رو تجربه کردین و میدونین چه اتفاقی پشت پرده داره میفته. خلاصه که شما آگاه سازی کنین، اگه جایی از این ویدیوها دیدین شما سعی کنین که